پارلمان زیمبابوه تصمیم دارد بحث در مورد استیزاه رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور را آغاز کند. حزب حاکم آن کشور نیز به پیشنهاد استیزاه آقای موگابه رأی مثبت داده و دبیرکل جدید آن تشکیلات نیز به رابرت موگابه توصیه کرده از پیش از استیزاه سمت خود کنارگیری کند. هوشمند میرفخرایی گزارش میدهد. اتحادیه کهنه سربازان زیمبابوه روز سهشنبه از مردمان کشور خواست زمان کنارگیری رابرت موگابه از رئیس جمهوری دست از تظاهرات بر ندارند. کنستانتین چیابنگو فرمانده ارتش زیمبابوه به رهبر کودتای هفته گذشته میگوید آقای موگابه نقشه راه و زمانبندی کنارگیریش را هم تنظیم کرده است. رئیس اتحادیه کهنه سربازان زیمبابوه نیست که یکی از بانفوسترین نهادهای سیاسی در آن کشور است میگوید از تمام نمایندگان صرف نظر از وابستگی قبیله ای انتظار می رود به لایحه استیزاه آقای مگابه رأی مثبت دهند. از تمام نمایندگان مجلس می خواهیم در مورد استیزاه رابرت مگابه از خواست مردم پیروی کنند. فرمانده ارتش می گوید رابرت مگابه علائمی از خود برای کنارگیری از رئیس جمهوری نشان داده و با رهبر جدید حزب حاکم نیز در این خصوص تماس گرفته است. این علائم مثبتی است اما تظاهرات مردمی باید ادامه یابد. مقام های زن و افی؟ حزب حاکم زیمبابوه امیدوارند با توجه به موافقت سایر احزاب مراحل استیزاه رئیس جمهوری طی چند هفته تکمیل شود. حتی پیش از تحولات اخیر که منجر به دخالت ارتش شد تاکید می کردیم که زمان رابرت مگابه به سر آمده و باید به نحوی از ریاست جمهوری کنارگیری کند همکنون نیز معتقدیم استیزای مگابه شرایط را برای برقراری دموکراسی واقعی در کشور فراهم خواهد کرد یکی از تحلیلگران مستقر در آفریقای جنوبی نیز میگوید همه چیز در زیمبابوه به تحولات چند ماه آینده بستگی دارد. The next move for where he goes to... حرکت بعدی موگابه یعنی در زیمبابوه بماند یا به کشور دیگری برود بستگی به شدت و ضعف تحولات مربوط به استیزاه دارد. در تقریبا چهل سال اخیر رابرت موگابه تنها سیاستمداری است که مردم آن کشور به عنوان رهبر خود میشناسند به همین دلیل شخصا معتقدم پس از استیزا به او اجازه میدهند سالهای آخر عمرش را در آرامش سپری کنند. دوشنبه هفته گذشته رابرت مگابه رئیس جمهوری 93 ساله زیمبابه امرسون منانگاگوا معاون خود در چهار سال اخیر را که جانشین او نیز محسوب می شد از کار برکنار کرد. اقدامی که یک روز بعد به کودتای نظامی در آن کشور منجر شد. در لایحه استیزاه آقای مگابه از سوء استفاده از قدرت بر کناری غیرقانونی آقای مننگاگوا و به ویژه تلاش برای هموار کردن راه به قدرت رسیدن گریس موگابه همسر 52 ساله آقای موگابه نام برده شده است. هوشمند میفخرائی صدای آمریکا